بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ضمن تقویت رابطه با متحدانش به غرب هشدار داد که خاورمیانه بشکه باروتی است که اگر آتش به آن نزدیک شود تمام منطقه شعله‌ور می‌شود. او در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه فرانسوی فیگارو فرانسه را تهدید کرد که در صورت اتخاذ سیاست خصمانه منافع این کشور به خطر می‌افتد. احتمال دخالت نظامی فرانسه در جلسه چهارشنبه پارلمان به بحث گذاشته می‌شود. ارائه مدارکی مبنی بر کاربرد سلاح شیمیایی توسط سوریه می‌تواند بر آرای عمومی مجلس تأثیر بگذارد. ژان مارک ایرو نخست وزیر فرانسه اطمینان داد که فرانسه به تنهایی عمل نمی کند. وی گفت رئیس جمهوری فرانسه تلاش می کند تا در اسرع وقت ائتلافی به وجود آورد. در آمریکا که موتور اصلی این ائتلاف به حساب می آید، باراک اوباما تا گرفتن چراغ سبز کنگره برای برخورد احتمالی آماده می شود. همکنون یک ناو هواپیمابر آمریکایی و چند کشتی در دریای سرخ مستقر هستند. بلند آرنیچ، سخنگوی دولت ترکیه هم بر ضرورت مقابله با تهدید امنیتی ناشی از جنگ سوریه پرداخت و گفت پیش از این در شمال عراق و سوریه بر اساس حکم عمل کردیم، اکنون نیز در صورت لزوم می توانیم وارد عمل شویم. شک نیست که منافع ترکیه مهم است. موضع روسیه در این میان همچون گذشته ثابت است، مخالفت با واکنش نظامی. یک هیئت پارلمانی روسیه به واشنگتن فرستاده شده تا آمریکا را از این تصمیم منصرف کند.